بعد از هر سلام خدمت بیننده گرامی شما را به بخش ترجمه توضیح قرآن کریم خوش آمدید میگم و در هفته قبل تا آیه 99 سوره انعام را با هم خواندیم و انشالله که امروز با کمک خداوند سبحان از آیه 100 آغاز میکنیم. به نام خداوند رحمان رحیم. و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا و خرقوا لو بنین و بنات بغیر علم. البته در مورد کسایی که معتقد به خدا نیستن و مشرکین در مکه، چون سوره مکی است، یاد میکنه که به خداوند شرکای قرار دادن، شریکهای قرار دادن، من شرکا الجن، از چیزایی که نمیبینن در تخیل و افکارشان، هر چیزی که بوده. و خلقه هم در حالی که خداوند همه چیز خلق کرده، یعنی خالق همه چیز هست. و بعضی چیزای دیگه را که در پالوی خدا قرار میتن برای شریک، خب بازیز که مخلوق خدا هست. و خرقو لهو بنین و بناتن بغیر علم، و برازو تراشیدن، ساختن یا بافتن بنین، پسران و دختران با بدانشی که داشتن. چرا خداوند مبرا هست از همچون چیزا؟ او خالق است. خالق نیاز به اولاد و زن و فرزند نداره. اما خب در او دوران بوده، یک سر چیزا را خدا را با خدا شریک می آوردن در این مورد. و قرآن کریم که یاد می کنه که سبحانه و تعالی عما یصفون، پاک است خداوند، مبرا است و عالی از ذاتش از او چیزایی که اینا توصیف می کنن. آیه 101، بدیع السماوات والارض، ایجاد کننده آسمان ها و زمین هست. او خالق است که آفریدگار و ایجاد کننده، یعنی از هیچ هست کرده همه چیزه. انا یکون له ولدن، چگونه باشد او را فرزنده؟ ولم تکن له صاحبه، در حالی که او یک همسر نداره. یعنی با توضیح بسیار واضح توضیح میده که خب معمولاً یه امور دنیایی است برای انسان ها که ازدواج میکنن، زن و شوهر یک تو خدا رو پسر ازدواج میکنن و یک پسر میارن. خب خدا خود مبرا است از همچو چیزها. چطور به خدا نسبت میتن؟ او خدا خالق زن و مرد است، او خالق همه چیز است. و خلق کل شیء، و او همه چیز را آفریده، و هو به کل شیء علیم، و او به همه چیز عالم و دانا است. آیه 102، ذالکم الله ربکم، ای خدای شما هست. یعنی خدایی را که انسان یک مؤمن به خدا میپرسته، و اگر خدای انسان دقت بکنه که خالق همه چیز است و ما و همه چیز دیگه مخلوق است، او ذات است مبرا است چیزایی که ما فکر میکنیم. ذات یگانه است، قدرتش مطلق است، او خالق است، نیاز به هیچ چیزی نداره. پس او میتونه که یک خدای خوب و خداییست که ما ادعا میکنیم و پرستش میکنیم، او رو به او شکل باید بشناسیم. لا اله الا هو، هیچ معبود نیست جز او، خالق و کل شیء، آفریدگار همه چیز است. فعبدوه، و او رو عبادت بکنیم. او سزاوار عبادت است، سزاوار پرستش است، چون خالق است و همه چیز به دست قدرت از او است. پس چیزهای دیگه اگر ما در پل خدا قرار میتیم، اونا مخلوق است و هیچ کاره هستن در حقیقت. و هو على کل شیء وکیل، و او یعنی خداوند وکیل همه چیز است. آیه 103، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، هیچ کسی او را درک کرده نمیتونه یا نمیبینه. البته
کلمه درک کردن، یعنی چشم دو درک کردن نمیتونه، یعنی ما دیده نمیتونیم خدا را، هیچ کسی دیده نمیتونه، به هیچ دیانت، به هیچ کتاب همچون چیزی نیست که خدا را کسی ببینه. ولی و هو یدرک الابصار، و او میبینه، او بینا است، او درک میکنه بندهای خدا، مخلوقات خود را. و هو لطیف الخبیر، و او باریکبین و آگاه است. لطیف یعنی باریکبین، همه چیز میدانه، خرد و ریزه. آیه 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، حقیقتا بینش از جانب ربتان آمد برای شما. یعنی بینش است که به این شکل ما فکر میکنیم که البته قرآن کریم کمک کرده مؤمنین، یا کتب آسمانی دیگه که پیروای خواهی کمک کرده، از این آیه کمی بصیرت و بینش برشان پیدا شد که خدا را چه قسم باید درک بکنن، خدا را چه قسم باید بشناسن. فمن ابصر فلنفسه، پس کسی که امی بینش را داشت، یا امی بین از بینش مستفید شد، استفاده کرد، به خودش است، مربوط خودش است، فلنفسه یا به نفع خودش است. و من عمی فعلیها، ولی کسی که اون نادیده بگیره و کسی که چشم خدا بپوشان از همچو حقایق، فعلیها، پس اون مشکل خودش است، بر علیه خودش است در حقیقت. و ما انا علیکم به حفیظ، و در حقیقت بر از اونا بگو، بر پیامبر وقتی و همیشه که برشون بگو که تو حفیظ یا نگهبان از اینا نیستی، حقایق میاری برشون میگی و بس تمام. آیه 105، و کذالک نصرف الآیات، و این چنین ما صرف میکنیم آیات را، گردان میکنیم، صرف کردن آیات، گردان کردن آیات به اشکال و انواع مختلفش، تا انسان ها از ابعاد مختلف را درک بکنن، ببینن، بفهمن. ولی یقولو درسته، میگه ما این چنین بیان میکنیم آیات را، و اونا میگن که تو درست خوب درس گرفتی، یعنی شاید به شکل انتقاد، توهین، تحقیر، هر چیزی که بوده بر پیامبر که تو از دیگه جای اینا رو آموختی، از دیگه کسا آموختی، یاد گرفتی از دیگه کسا، خوب درس گرفتی به این معنا. ولنبینه لقوم یعلمون، خداوند میگه ما این رو بیان میکنیم برای قومی که میدانن، اونایی که درک میکنن، مؤمن به خدا هستن، مخلص به خدا هستن و میخوان قدر بفهمن، میفهمن اینا رو، چیزاییست که زیاد مشکل درش نیست. آیه 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اینجا فرمان میده خداوند بر پیامبر خود محمد صلی الله علیه وسلم، تنها بر از میگه اتبع، پیروی بکن، چرا کلمه اتبع مفرد هست، جای دیگه قرآن کریم برای تمام مؤمنین و مؤمنات میگه که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، شما پیروی کنین همه تان از اون چیزی که از جانب ربتان براتان نازل شده. و در ای آیه مبارک، آیه 106، تنها پیامبر، خود پیامبر را مخاطب قرار میده که اتبع، پیروی بکو از اون چیزی که از جانب ربت برات آمده، این تو دنبال دیگه چیزا نمیتونی بری، از هوا و هوس و خواهشات خود نمیتونی پیروی بکنی، چیزی که از خدا برات آمده باید از او پیروی بکنی. یعنی در حقیقت ای آیه هم بر ما هست، درس است که ما میگیریم، چرا پیامبر ما معذب شده که از این کتاب پیروی بکنه، و ما منعیسه پیروی از او پیامبر مکلف هستیم از این کتاب پیروی بکنیم، نه چیز دیگه، که متاسفانه امروز مسلمان دنبال بس و چیزهای دیگه رفتم، کتاب را رها کردن، و این مشکل است که ما امروز داریم. لا اله الا هو، هیچ معبود نیست جز او. ببینید این آیات است که دقت اگر شما بر ما درسهای میده که قرآن کریم یاد میکنه، در قسمت اول آیه فرمود که بر پیامبر خود که
پیروی بکو از اون چیزی که بر تو وحی شده، باید بگه لا اله الا هو، هیچ معبود نیست جز او. یعنی تو اگر کسی، اگر خدا را معبودت قرار دادی و راستی معبودت خدا هست، پس از این کتاب پیروی بکن. یعنی اگر از چیز دیگه پیروی میکنی، خدا را معبود قرار ندادی، یک چیز دیگه را یا یک کس دیگه را معبود قرار دادی. حتی اگر انسان از نفس و هوا و خواهشات نفس خود پیروی میکنه، خب انسان در حقیقت خود را معبود خود قرار داده، نفس و خواهشات خود را معبود خود ساخته. هر چیزی که خواهشات خودش برش میگه از او پیروی میکنه. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکین دور باش، دوری بکو، خودداری بکو. یعنی اون کسایی که از این کتاب پیروی نمیکنن از چیزای دیگه، یعنی برای مسلمان از این کتاب پیروی نمیکنن از چیزای دیگه پیروی میکنن، در حقیقت خود در پای خدا کسایی دیگه را یا چیزهای دیگه را قرار دادن. پیامبر میگه که تو از اون دوری بکن. برای ما مرسه امت از اون پیامبر درسایی که برای ما هست که کسایی که غیر از قرآن پیروی میکنن، خب ازش دوری بکن دیگه، اصلا جای برای صحبت و دعوا و این مسائل نیست، چون اونا از یک چیز دیگه پیروی میکنن. توی که یا ما و شمایی که میگیم به این کتاب ایمان داریم و به خدای یگانه ایمان داریم، باید از اصول یگانی از او پیروی بکنیم، از استاندارد یگانی از او پیروی باید بکنیم. و این قرآن کریم است و بس. آیه 107: ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست شرک نمی آوردن. ببینید این چه سوال برانگیز است. تو اگر ما ایره طرح بکنیم که یعنی خیلی خدا میخواه که مردم مشرک شد، نه اصلا نه. ببینید که آزادی عقیده، آزادی انتخاب، این آزادی را قرآن کریم چقدر تأکید کرده و چقدر تهداب گذاشته. اینجا آزادی عقیده را بیان میکنه قرآن کریم که اگر خواست خدا میبود که اینا را پروگرام میکرد، شستشو میداد مرزشان را، یعنی مجبور یک وادارشان میکرد، این آزادی را برشان نمیداد، وادارشان میکرد که مسلمان باشن، مسلمان پروگرامشان میکرد، تسلیم خدا پروگرامشان میکرد، اصلا هیچ کدامش که مشرک نمیبود، مثل ملائک واره موجوداتی میبودن که فقط چیزی که برشان گفته میشد باید قبول میکردن. اما انسان را خدا یک موجود دیگه قرار داد، یک موجود قرار داد که اختیار برش داد که تو میتونی با اختیار خود یا کفر بورزی یا ایمان قبول، ایمان داشته باشی، هر دویش تو اجازه داری، میدونی اختیار داری و مسئولیت شو تو باید برداری، خودت تصمیم میگیری و خودت مسئولیت خود را هم میبرداری، حمل میکنی با خود. همین انسان است که موجوده که کرامت بر انسان خدا هم داده، بخاطر که حق انتخاب برش داد و برش اصول و اینا رو برش روان کرد که اگر مؤمن به خدا هستی و مخلص به خدا هستی از اصول پیروی بکن. اما هر انسان میتونه که تخطی بکنه، هر انسان میتونه که بره یک طرف دیگه بره و از اصول خدا پیروی نکنه کاملا. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، زیبا هست والا. خدا می فرمایی که من تو رو پیامبر مثل از اونا حفیظ، حافظ، نگهبان، گار قرار نداریم. این انسان همی آزادی نداره که انتخاب بکنه کامله، و پیامبر در اون دوران همی اجازه رو نداشت و این اصول قرآن کریم برای ما گذاشت که هیچ کس حق نداره که آزادی انتخاب از انسان سلب بکنه. تو گارد یا نگهبان از اونا نیستی که اونا وقتی ایمان آوردن دیگه باز برآمدن نتونن، با نگاهشون که نه دیگه نمیتونین برآمدین، مرتد هستین میکشه میتونن،
امروز ببینین که جهان به چه فلاکت و وحشت پیش میره. جهان اسلام منظور است، نامش اسلام است. اصلا یک کسی نمیتونه دین خود را رها کنه، برای اینکه در قلب خود اصلا دین نداره، توهین هم میکنه، تحقیر هم میکنه، ظاهرا میگه ولی مسلمان است، برای اینکه جامعه هم اذیتش میکنه، قانون هم اذیتش میکنه، ملا هم اذیتش میکنه، اذیت نیست و زندان میفته، کشته میشه. و خدا بر پیامبر خود 1400 سال پیش میگه که و ما جعلناک علیهم حفیظا، ما تو را سر از اونا گار یا حافظ و نگهبان قرار ندادیم. میتونن بیاین، میتونن برن، هر موقع خواستن در تسلیم شدن برشان باز است، بیاین بپذیرن، قبول میکنن، مؤمن میشن. هر موقع که نخواستن میتونن برن، مربوط خودشان است. اونا پاداش و مکافات و مجازات مسئولش اونا هستن، نه پیامبر است، نه ما شما. اما امروز یک انسانایی که با قرآن چندان پیرو قرآن نیستن، ظاهرا میگن اما پیرو قرآن نیستن، از خود فتواها صادر میکنن، مردم را به زندان میندازن و یا کشته میشن یا هر چیزی که از اونی کاملا مخالف قرآن است که هیچ اصلا جایی برای توضیح هم نیست، مگر توضیح کافی دادم. و ما انت علیهم به وکیل، و ضمناً تو وکیل از اونا هم نیستی، سرپرست از اونا هم نیستی، وکیلشان هم نیستی، وکیل مدافعشان هم نیستی، خودشان میفهم و کارشان، انتخاب بدست از اونا هست. آیه 108 ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، شما میگه اونایی را که اونایی که غیر از خدا چیزای دیگه را میخواین، مثلا عبادت میکنن یا شریک قرار دادن یا هر چیزی که هست، یا امروز انسان در بین ما مسلمان ها رهبر و رهبرای سیاسی و مذهبی و قدرتمند ها و هر چیز دیگه را، اونا هر چیزی که میگن قبول دارم. اقتداد زیاد مسلمان های ما، قرآن یک چیزی میگه اصلا قبولش نداره، خدا چیزی میگه قبولش نداره، میگن ایمان داریم قبولش نداره، اصلا به این اندازه گمراهی وجود داره. اما قرآن کریم خب بیشتر که تأکید میکنه در مورد کسایی که شاید مشرکین است، یا میتونه که در بین مسلمان هم باشن، که میگه اما رهبرایشان یا اما معبودانشان یا هر چیزی که اونا به پرستش کشیدن از او عبادت میکنن و اطاعت میکنن، اونا را شما توهین و تحقیر نکنین. فیسب الله عدوا بغیر علم، تا اونا به بیدانشی و به نادانی خدا را توهین نکنن. بله، به خداوند توهین و کلمات تحقیر آمیز نزنن. کذلک زینا لکل امت عملهم، ما این چنین بر هر امت اعمالشان را تزیین مزین کردیم، یعنی پیش خودش هم اعمال. البته اگر خداوند که میگه یعنی بنی کرده، همه چی خالق ما قادر مطلق خداوند است، ولی خواست خدا نبوده که همچون انسان ها همچون انتخابی را بکنن، ولی اگر انتخاب بکنن مربوط خودشان است، اعمالشان پیش خودشان خوب جلوه میکنن، مزین خوب جلوه میکنن، فکر میکنن بهترین است، یعنی کار میکنن یا منافع خدا درش میبینن. ثم الى ربهم مرجعهم، و بعد از او بسوی پروردگارشان بازگشتشان است. فینبئهم بما کانوا یعملون، پس خداوند اونا را خبر میده، این همه را خداوند خبر میده که چی میکردن. آیه 109 و اقسموا بالله جهد ایمانهم، و قسم به خدا میخورن، قائمترین با قائمترین قسم ها، محکمترین قسم ها، قسم میخورن به خداوند که لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها، که اگر آیه برشان بیاری، آیه اینجا منظور از معجزه است، از پیامبر معجزه میخواستن، یک چیز میخواستن که اونا میخواستن که پیامبر اگر بیاره حتما لیؤمنن بها، حتما
ایمان برش میارن، میگفتن که ما ایمان میاریم. قل بگو برشان انما الآیات عند الله، که حقیقتا آیات یا معجزات نزد خدا است، یعنی به این معنی نزد خدا که او قادر است، او تصمیم میگیره. من پیامبر خب تصمیم نمیگیره، پیامبر میگه با زبان حال و قال که من تصمیم نمیگیرم، من انسان هستم مثل شما، و معجزات و تصامیم پیش خداوند است. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. چطور بفهمی در حال چطور میفهمی یا شاید میفهمی چطور بفهمین که اونا وقت همین معجزات برشان بیاید باز هم ایمان نمیارن؟ خدا میفهم از قلبشان که دروغگو هستن اینا. خب شاید یک معجزه آمد با میگه نه یک معجزه دیگام، نه ترک این کارم خیلی بکن، این کارم بکن، تایی که بتانن شانه خالی بکنن و از زیر بار مسئولیت رهایی پیدا بکنن به زعم خودشان. آیه 110 و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، و ما میگردانیم قلبهایشان و چشمهایشان همونطور که اول ایمان ناوردن. یعنی تصامیم پیش خود انسان است، تصامیم فردی منظورم است، پیش خود انسان است. وقتی انسان تصمیم میگیره که حقیقت را قبول نکنه، خدا تحمیل نمی کنه سرش حقیقت را، حتی دین خود را تحمیل نمی کنه. نه دیگه انسان عقل داره، باید خودش انتخاب بکنه. پس ای که میگن نقل با افعیدت و افساران، ما قلبایشان میگردانیم و چشمایشان همچنان، یعنی به این معنی که تصابیم او گوا گرفتن نمیخواین ایمان بیارن، ولی خدا میگه که ما میگرداریم چیزشان قلبشان که ایمان نبیارن. این چون از قلبا خدا آگاه هست. و نذرهم فی طغیانهم یعمهون، و میگذاریم ایشان را در امون طغیان و در امون سرکشیشان سرگردان و نالان. آیه 111 ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، و حتی اگر ما ملائکه را روان بکنیم و سویشان و کلمهم الموتا، و مردگان امرشان صحبت بکنه، یعنی مرده زنده شو امرشان صحبت بکنه، از اینکه موجزه دیگه بالاتر چیز. و حشرنا علیهم کل شی، و هر چیز داره در حضورشان یعنی حشر بکنیم، کل شیء قبلا مقابلشان، ما کانو لیؤمنو، اینا ایمان نمیارن الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا چیزی بخواه. ولکن اکثرهم یجهلون، ولکن اکثرشان خدا به در بیخبری میزنن، به جهالت میزنن، خدا که ما نمیفهمیم، در حالی که میفهمن. آیه 112 و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. این چون ما بر هر نبی دشمنای قرار داریم از شیاطین انس و جن، برش قرار دادیم. یعنی طراحی از این نظام خداوند است که ما بارها یاد کردیم. وقتی میگه قرار دادیم، یعنی همین سیستم نظام آزاد همینطوره است. ما شما هم دشمن داریم، مخالف داریم، پیامبرها هم دشمن و مخالف داشتن، هم میتونست مخالفینشان شیاطین جن و شیاطین انس، شیاطینی که بچشم دیدنشن، یعنی وسوسه ها و تشاویش مختلف، تشویش های مختلف بگویم، و همچنین شیاطین انسی که شیطان صفت هایی هستن که انسان در بین انسان ها هستن، اونا هم میتونن دشمن های پیامبر و مؤمنین باشن در هر موقع زمان. یوحی بعدهم الى بعد زخرف القول غرورا. جالب است که بر اونا میگه یوحی، برشان کلمه وحی استفاده شده، کمی شیاطین انس و جن هر دو از اینا میگه وحی میکنن به سوی یکی دیگه خود،
اینه میرسانن به اشکال مختلف یک چیزایی را میرسانن. و یکی دیگه خود زخرف القول به بهترین کلمات بسیار مزین، ولی به خاطر فریب انسان ها که انسان ها فریب دادن. چقدر انسان هاییست که با کلمات بسیار میگیم به اصطلاح ما شما چرب و نرم انسان ها را فریب میدن، وعده های وعده و وعید بسیار عجیب و غریبه. تعداد استعداد داره واقعا در فریب دادن انسان ها. خب انسان باید بیدار باشن، انسان باید آگاه باشن، انسان باید محتاط باشن. اونا میتونن که انسان ها را با بسیار کلمات بسیار مرغوب و کلمات زیبا بتونن انسان ها را از مسیرشان منحرف بکنن. انسان ها باید بیدار باشن. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر رب تو میخواست این کار کرده نمیتونستن. ببینید باز هم آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی انتخاب که خداوند همی اجازه را داد، همی آزادی را گذاشت. سیستم تراهیش خداوند است، همی آزادی را گذاشت که انسان ها هر چیزی که میخواهند میتونن بکنن تا جایی که در توانشان هست. دیگه انسان ها هم بیدار باشن و هوشیار باشن که فریب انسان را نخورن، باید با اصول خدا یک جا باشن. فذرهم و ما یفترون، پس بگذاریشان را و او چیزایی که اینا افترا میکنن. آیه 113 ولتصا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. جالب از بازم که امیار خدا اجازه داد تا تمایل پیدا کنه قلبهای اونایی که ببینید قلبهای اونایی که لا یؤمنون بالآخره، به روز آخرت ایمان ندارن، یعنی مسئولانه فکر نمی کنن، اونو قلب ها را می تونن منحرف بکنن. قلب هایی که از کتاب خدا آگاه نیست، مسلمانی که از کتاب خدا آگاه نیست، خب یک کسی برش چیزایی میگه در مسجد ملا و بعد هر انسان از کلگی دیگه، خب چیزایی میگه او قبولش میکنن، برای از یک از کتاب خدا آگاه نیست. ما بارها یاد کردیم که اگر ما وقت از این انسان ها میشون مرد چون گمراه کردن نمی تونن، برای از یک مردی که من این کتاب میفهمم، این کتاب لطف خدا شده که من کتاب میفهمم و میفهم که مخالف اصول الهی است. هیچ وقت مرد قرآن چیز داده نمیتونن، منحرف کرده نمیتونن، مردی که مگری که از اصول من رها بکنم. پس هر مؤمنه که اصول خدا محکم بگیرن و توکل به خدا داشته باشه، یا توکل به خدا داشته باشه، حتما خدا امرایش است و هیچ چیز سرش کارگر نمیفته. ولی یرضوه، تا راضی شون اونا. ولی یقترفو ما هم مقترفون، تا کمایی بکنن، به دست بیارن، کسب بکنن چیزی را که میخواهد، یا قدرت است یا پول است یا امکانات است، یا بر شکل بتانند که انسان ها را در خود جمع بکنن، از یک مسیر بکشانشان را به یک مسیر انحرافی که بسیار با کلمات زیبا ظاهرن فریبنده و زیبا، ولی در اصل کاملا فریبنده و گمراه کننده. بتانند انسان ها را بکشانند و به مسیر که خاص خودشان است بیارشانند. در امی آیه 113 اتفاق می کنیم و انشالله که در هفته آینده از آیه 114 همین سوره آغاز میکنیم. و سلام علی من اتبع الهدی. No matter what kind of car you drive, we have an insurance policy that's right for you. Need to insure your family minivan? We've got you covered. Need insurance for that new sports car you finally got? We've got you covered. Have an old beater that just won't quit? We've got you covered. Or maybe you hit the lottery and want to insure all your new cars. We've got you covered. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save right now. All it takes is just one call. Answer a few questions and before you know it, we've got you covered. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. Auto Insurance.
You want it, you need it, and we've got it. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save today. Better coverage at a better price is just a phone call away. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. 1-800-864-6657. Attention, this is a special update on Medicare coverage. It's a new year, and you may qualify for new Medicare benefits. You're now entitled to eliminate copays and get additional benefits like dental care, eyeglasses, prescription coverage, gym memberships, in-home aids, transportation to appointments, and home-delivered meals, all for free with your new plan. Call the Medicare Benefits line now for a free Medicare Benefits review. My new plan had no copays. With the virus out there, I stay at home. I call to get everything I'm entitled to. Call the Medicare Benefits line now to learn more about the new 2021 benefits. I called, and I couldn't believe I was missing out on so many benefits. Your new plan may have $0 premiums, $0 deductibles, and no copays for big out-of-pocket savings. But you don't get these benefits automatically. You must call the Medicare Benefits line now. Call 800-776-8110. 800-776-8110. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، او چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196. 800-680-1196. 800-680-1196. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.
حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی و محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم. و امروز که 12 جون سال 2021 میلادی است، باز هم جای خوشی و خوشبختی است که در خدمت دوستدار عزیز برنامه هستم و از یکی دیگه میآموزیم انشالله. و تشکر میکنم از بیننده ما در هر کجایی که هستن و ما را میشنون و میبینن و کامنت های میگذارن، تبصر های میگذارن و فیسبوک اینا هم گذاشتن دوستا که انشالله میخوانم چیزایشان هم مثل آقای کامنت هایشان هم مثل پرویز مشرف بغلانی سلام کردن، سلام احترامات ما رو بپذیرن. آقای محسن بارکزی همچنان سلام برادر گرامی که دوست خوبی ماستن، انشاءالله در امان خدا همه باشند. خالد استراج دوست همیشگی ما انشاءالله و آقای روفی عزیز که سلام خدمت جناب آقای وسیق و نوجان وجاد و دوستان بیننده کردن که ما میترامات خود خدمتشان میرسانیم. و ضمناً آقای فیاض حسینیان یاد کردن که محترم وسیق درود به شما، آیا نازل کردن آیه 65 سوره بقره آن لیاقت خدایی که جهان را آفریده دارد؟ آیا توهین به مقام انسان نیست؟ آیه 65 سوره بقره. من می آیه را میبینم که ببینم که میام یک مطلب مهم است که یاد بکنم. من البته آیه 65 که آقای حسینیان یاد کردن باید خدمت دوستا یاد بکنم که قرآن کریم ببینید تعبیر چطور چی نوع تعبیر میشه از آیات. یا آیات کلمات کلاسیک قرآن کریم است که چی معنا میده؟ آیا معنای ظاهرش؟ خب معنای ظاهرش اگر بگیریم خب امی آیات میشه که وقت قرآن یاد میکنه خدا دست داره، خب مردم فکر میکنه که خدا گفته دست، ما قبول میکنیم خدا دست داره دیگه. یا خدا یک جای پای داره، چشم داره، گوش داره، یعنی به اون شکل اگر فکر کنیم خب از خدا ما یک انسان جور میکنیم. آیا از یک کده توهین دیگه نیست؟ حتما توهین است که ما از خدا یک انسان جور کنیم که دست داره، پای داره، چشم داره، گوش داره. آل دری آیه مبارک آیه 65 سوره بقره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، حقیقتا شما میدارین اونایی را که از حرمت سبت یا سبت، روز سبت در یهودی ها که روز شنبه نباید کار بکنن، نباید جز عبادت هیچ نوع کار کلش بانه، تا یک چیز است. در اون دوران یک چیزی بود که به شکل از اشکال تخطی میکردن با بهانه های مختلفه تخطی میکردن. و قرآن کریم که یاد میکنه که اصلا نمی قسمت آخرش هست که آقای حسینیان یاد کرده که شاید توهین به انسان اینا نیست و توهین به خدا نیست و از این مسائل. فقلنا ما گفتیم لهم کونو قردتن خاسئین، لغوی اگر ترجمهشان بکنیم با شما بوزینگان ذلیل باشه، بوزینه ذلیل یا بوزینه های ذلیل باشه. اینا یک اصطلاح کلاسیک زبان عربی است که وقتی بوزینه میگن یعنی به این معنا که تجرید میشه از جامعه خود، از مردم خود. اینا یک اصطلاح هست که یهودی ها حتی تا امروز، یهودی های ارتودکس اگر اولادش اگر واقعا با اصول کتابشان که تورات است برای چی نشه موافق نباشه، ایلایش میکنن، رهایش میکنن، اصلا قطع رابطه میکنن نباشه. دو دوران فکر بکنید چقدر عمیق بوده، بسیار جدی هستن یهودی ها در این تشریفات خود، بسیار جدی هستن. و کسایی که تخطی میکردن از اون روز سبت که نباید کار بکنن، نباید چه کار بکنن، نباید ماهی بگیرن، ما میرفتن ماهی میگرفتن یا ماهی در یک جای دیگه ذخیره میکردن، باز رو دیگه شکار میکردن و عناوین مختلف، یک تعدادشان البته، اونا رو خواهر میگه شما در خط تجرید شده، یعنی کلچر جامعه شما از شما نفرت داره.
شما رها کرده میشین مثل بوزینگان ذلیل شما تنها زندگی بکنه. منظور نبوده که اونا بوزینه شدن که متاسفانه در تفاصیل با نوشته میکنن که بوزینه شدن و سه روز زنده بودن و برشون نان میدادن و در پاچای اصلا خنده دار افسانه ها مثل دیگه افسانه ها یا همه چیز خنده دار است که آوردن، اما منظور از او تنها امی حالت است که این انسان وقت از امر خدا تخطی میکنه در بین یهودی ها میتونه چی بود؟ تجرید میشدن. حتی امروز در امی بین ما مسلمی یک تعداد کسایی است که سخت شامو چیز مذهبی خشک مذهبی را پابند هستن، اولادش اگر نماز نمیخونه اصلا اصلا خود میکشش، نماز نمیخونه تو امرش نان نمیخونه، میگه نه ما چیز است. این در حالی که اصلا جفا هست، شاید اولاد مشکل خودش بوده که اولاد مشکل بار نآورده، باید شش با تفاهم رسید اصلا. اما این مشکلات حتی در بین ما مسلمان ها هم موجوده. برحال تشکر از سوالشان. و یک تن از دوستای دیگه هم سوال کردن که در یوتیوب گذاشته بودن، کامنت خوده عبدالکریم نوری نوشته کردن که یک تعداد ملاها نوشته کردن ملاهای محترم عرض می دارن که در دروازه جنت به شهر کابل است. البته در این مورد که آقای سلطان نوری افتی قبل هم فکر کنم که نام کامنت گذاشتن و من تفسیری کردم روش، تو مالا بعض اوقات بعض مطالب است که دیگه زبان عاجز است که سر از او تفسیر بکنه. چی نوه توضیح آدم بده؟ دروازه جنت ما قرآن کریمه که ما برش ایمان دارم و شما برش ایمان دارین بیرلای گرامی، جنتی که قرآن میخواه و جنتی که او رضای پروردگار است که انسان بیگره او را، رضای خداوندش خالقش که او جنت نصیبش شود، نعمات نصیبش شود. این جنت را که تروریست‌های اسلامی، همین گروه‌های افراطی اسلامی که ترور میکنن و میکشن و در میتن و انفجار میتن و انتحاری میکنن و از این مسائل، اینا و جنت از اینا من قطعاً باور ندارم، ایمان ندارم. من خدا نگاه بکن از جنت از اینا، این جنت از اینا اونم دوزخ ابدی است که جای از اینا هست. چطور ممکن است؟ چطور ممکن است؟ این همین روز در افغانستان دو حادثه اینطوری در دشت برچوینا شد، 5-6 نفر 7 نفر بیگناه ها کشته شد، چند روز بیشتر انفجارات دیگه از هزارهای ما بیچاره اقلیت ها. کدام دروازه جنت؟ کدام جنت؟ من منکر از جنت هستم که طالب بیاره جنت در افغانستان، داعش و القاعده بیاره در افغانستان. من منکر از جنت هستم، من منکر خدای از اینا هستم. خدای از اینا شیطان است عزیزای من. ما براتون بارها گفتیم که اینا شیطان پرستا هستند. درست است ظاهرا ریش دارن، کلا دارن، پیران تو مان دارن، لونگی دارن، چادر دارن، هر چیزی که هست، کلمه میخوانن، نماز میخوانن، شیطان پرست محض هستند. در از اینکه عملا نشان میدن شیطان پرست هستند، جز کشتن، جز قتل، جز خون دیگه چیزی ندارن اینا. جردون دروازه های جنت در کابل است. من اصلا از کابل هم دل مرسی ها میکنن والا که زادگاه من اصلا از اون کابل دل مرسی ها میکنن که بابا کابل اصلا شاید دیگه هیچ نرم. جنت داره که قرآن معرفی میکنه عزیزای من و مؤمنین هر دیانت معتقد هستن برش به اشکال مختلف با تفاوت‌های، او جنت است که انسانیت در یک جامعه باشه، محبت باشه، صمیمیت باشه، احترام متقابل باشه. و به اقلیت‌ها، به دگراندیش‌ها احترام بکنن،
نه ای که اقلیت را از بین ببرن، نه ای که زبان دیگه را باید از بین برد، اقلیت مذهبی را از بین برد، اقلیت نژادی را، اقلیت زبانی و لسانی را از بین برد، که ما جنت در روی زمین می سازه. کدام جنت؟ تا کیا؟ خب در بین خودشان هم بالاخره باید تصفیه کرده برن، تا ای که بالاخره یک میلیون نفر بانه و اگر مثل خود از اینا باشه فقط سر قدرت، کلشان سر قدرت باشه دیگه. هی شیطان پرست محض است بالا. من عدیم خود یاد کردم که اصلا انسان نه زبان و زبان اصلا یاری زیر نداره سری مسئله تفسیر کنه، برای دیگه بسیار دور افتاده. من میفهم برادر ما عبدالکریم نوری که لطف کردن گذاشتن، یا آقای سلطان نوری کفتی قبل لطف کردن، میفهم با احساس هستن ولی زبان عاجز است از توصیف از اینا، برای که ما بسیار دور افتادیم از شیطان پرستی. شیطان پرستی و خدا پرستی زمین و آسمان فاصله داره برادر خواهر من، بسیار فاصله داره. ما همیشه گفتیم که در یک جامعه که انسانیت هست، همون اسلامیت در جامعه هست. امروز وحشت برمیگرده در افغانستان، جنت برمیگرده. کدام جنت؟ من منکرم تو جنت هست. خداوند ما را در امان خود داشته باشه از جنتی که طالب و داعش و القاعده و امثالش و پیروهاش میره. خداوند ما را در امان خود داشته باشه. یعنی کاملا جایی که صلح و سلامتی است، جایی که خوبی و خوشی است، احترام متقابل است، قانون مراعات میشه، انسانیت مراعات میشه و انسان در فضای صلح و سلامتی آرام زندگی میکنه، اون جنت، جنت روی زمین است در اینجا. و ما در این را کار بکنیم که بتانیم یک جنتی که بعد از اینکه از دنیا میریم هم بر خود آماده کرده باشیم و او عمل کرده نیک ما در دنیا هست که ما چگونه عمل میکنیم در دنیا. و همونجا یاد کرده بودن که من همون یک کلپ چیدم که گذاشتم که باید ببینم، اون کلپه که کسی مانده بود و گفته بود که چرا قرآن کسی میتونن قرآن بخوانن، کسی قرآن میخوانن بفهمن. در سوره بقره اینا گفته که اولیای شیطان رو بکشن، که البته در سوره بقره نیست، اما قدر سوال قرآنی ندارن گیره بفهمن. در سوره بقره نیست، در سوره نساء آیه 76 سوره نساء همین کلمه اولیای شیطان اینا که آمدن، من میره خدمتتان توضیح بدم که چی معنا میده اصلا. ببینید سوره نساء سوره چهارم قرآن پاک است، آیه 76 بید از آیه 75 خدمتتان بخوانم از سوره نساء. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی چی شده شما را که جنگ نمی جنگین. ببینید که ببینید چه آیه زیبایی در مورد جنگ که به خاطر مظلوم باید جنگین جنگید. اول اگر شما مورد ظلم قرار گرفتین باید از خود دفاع کنین، که ما همیشه این را یاد کردیم که جنگ تجاوز به هیچ نوش اجازه نیست از دید قرآن کریم. فقط دفاع از خود 100% تا جای تا آخرین رمق حیات باید انسان از خود، از فامیل خود، از اولاد خود دفاع بکنه. و او انسان دیگه بسیار انسان به تکامل رسیده است که از یک مظلوم تا آخرین رمق حیات خود دفاع بکنه. از یک مظلوم، او مظلوم یک نفر باشه یا یک گروه اقلیت باشه یا هر چیز دیگه باشه. و اینجا قرآن کریم به مثل راحتیات میکنه که چی شده شما را که شما در راه خدا نمی جنگین و در راه کسایی که مستضعف هستن، بیچاره و ناتوان هستن، یا اقلیت هستن، یا پیر هستن، یا طفل هست، یا خانمها هست، یا هر گروه دیگه که هست، یعنی توان در مقابل گروه خونخوار و ناجور و شیطان پرست قرار دارن که این چیز کرده نمیتونن، که هر روز، هر هفته، هر ماه ما شاهدش هستیم، میبینیم که اقلیت ها را صدمه میزنن، قتل میکنن، به قتل میرسونن. چی شده که در این را شما نمی جنگین؟ از اون مردان و زنان و ولدان طفلا الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، که اونا فریاد میکشن که خداوند از این قریه ظالم و ظالمه که
سر ما ظلم میکنن ما را نجات بده و اجعل لنا من لدنک ولیا، از جانب خود برای ما ولی مقرر کن و اجعل لنا من لدنک نصیر، از جانب خود کمک کننده برای ما تعیین بکن. چرا ما یاد کردیم که ما اینقدر دور افتادیم که زبان یاری از این نداره که سری مسائل دیگه تفسیر کنه، برای اینکه هر انسان ولو طفل میفهمه اینه که ایایه درست اینا برعکس برعکس 100% 99% 100% برعکس آیا عمل میکنن. این درست برعکس همی گروه تروریستی است. همی گروه تروریستی است که میرن میکشن، از بین میبرن، خون میکنن، قتل میکنن. او بیچاره خو در خانه خود چشتن یا در بازار هستن یا در کار هستن یا در سرویس های انفجار میتن، در مکاتب، در راه و رو و هر جای هندوهای ما را، همه گروه دیگه اقلیت که هستن. خب اونا مستضعف هستن که اونا داد میزنن که ما چی کنیم؟ خدای خدا چی کنیم ما؟ یک گروه باشه که اونا را نجات بده که بر علیه گروه تروریستی اقدام بکنن و اینا را تار مار ریشه از اینا را باید قطع بکنن. گروه تروریستی باید ریشهشان از زمین برداشته شد، در غیر از او آرامی در جهان وجود ندارن. درست برعکس اینا منم این فهم گفتم هیچ یاری نداره، زبانم سریع تبصره بکنم. این آیه سر یک چیز صحبت میکنه و تروریست های گروه تروریستی از یک آیه دیگه صحبت میکنن. آیه بعدیش که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، اونایی که ایمان آوردن اونا در راه خدا میجنگن. راه خدا اونم راهی است که من پیشتر دو دقیقه پنج دقیقه پیشتر براتون یاد کردم، دفاع از خود و دفاع از یک مظلوم بیچاره دیگه که داره قبلی شارکت خداوند که چی شده شما را که بخاطر نجات مظلوم نمیشتابید. والذین کفروا، ولی کسایی که کافر هستن، یا قاتلون فی سبیل الطاغوت، اونا در راه شیطان می جنگن. من میگم شیطان پرست، حالا برای اون کسایی که خدا پرست هستن برای از اونا خداوند یاد میکنه که فقاتل و اولیاء شیطان، شما شیطان پرستار از بین ببره. درست برعکس قرآن رفرنس میدن، برعکس عجیب است. خدا نام فکر نمی کنن که قرآن برای خودشان است، بر علیه خودشان است. قرآن بر علیه شیطان پرست است. قرآن صحبت از این میکنه که یک گروه باشه، گروه خیرخواه، سلجو و قاتل و خوب قوی باشه، که یعنی گروه های تروریستی را باید دیگه تا مار بکنه، از بین ببره. او گروه به خاطر خدا هست، این گروه های دیگه به خاطر شیطان، برای شیطان پرست هستن دیگه، به خاطر شیطان عزیز که اصلا هیچ شکی درش نیست. فقاتل و اولیاء شیطان، این کید شیطان کان ضعیفا، حقیقتا کید شیطان ضعیف است. ضعیف به این معنی کشته میرن، این رو میرن قدرت میگیرن شیطان پرستا، برای از اینکه مردم ما خوشباوری هنوز قرار خوشباور است، هنوز سوشتن دیگه میگه کلمه میخوانه، ملا تبلیغ میکنه کلمه میخوانه، میگه یا کلمه میخوانه چطور کنیم؟ هر شیطان پرست میتونه کلمه بخونه، هر شیطان پرست و هر منافق. اصلا در صدر اسلام منافقین کلمه نمیخوندن مگر. خب منافقین و شیطان پرست چه فرق دارن؟ کلمه رو هر کس میخونه، کلمه به خاطر فریب انسان میخونه. ما نباید تا وقتی که ما یه خوشباوری را رها نکنیم و عمل کرد انسان ها را نبینیم، همین حالت ماست. این رو انسان ببینیم چی میکنه در جهان، همین تروریست های مسلمان در جهان چی میکنن و در افغانستان عزیز ما چی میکنن و این روز اینا میخواییم باید قدرت بگیرن. برای کلمه میخوانن، ریش دارن، کلاه دارن، زنهایشان چادر و حجاب دارن. گرچه گفتم که اصلا قابل تفسیر نیست، ولی 15 دقیقه تفسیر کردم بیش برام چیزاییست که اینا بسیار واضح است. ما یقین کامل دارم که هر برادر خواهر ما ولو که هیچ از قرآن نفهمند و عاقلانه فکر بکنن، منصفانه فکر بکنن، درک میکنن.
چیزی که خوب و بد، سیاه و سفید بسیار آشکار است. یعنی چیز خوب و چیز بد میدانه. یک چیز باشه، هل یستوی ظلمات و النور؟ قرآن کریم یاد میکنه که تاریکی و نور مساوی بوده میتونه. تاریکی سیاه است، تاریکی که هیچ چیز شما درک کرده نمیتونه، دیده نمیتونه و مسئول خود احساس کرده نمیتونه. قدم بگذارین نمیتونه، سر چی قدم بگذارین، کجا میرین. نور، یک جایی که نور است کاملا همه چیز واضح و آشکار میبینه. دوست و دشمنتان را تفکیک کرده میتونه، اصلا بسیار بسیار واضح است. برادر خواهر من، امیدوار هستم که ما بتانیم یک اندازه دیرا دقت بکنیم که ببینیم چی کرده میتونیم که مردم خود را، اون یک شیطان پرست هستن، هیچ وقت به سوی خدا شاید نبه، به سوی کتاب خدا نبه، چون اینا آگاهانه. مثلا این سیاسی است، اسلام سیاسی و اسلام روایتی که من میگم همین منظور است. اسلام سیاسی یا اسلام روایتی، نامش اسلام ماندن، روایات را ساختن تا به قدرت برسن. اون به قدرت میرسن، در راه به قدرت رسیدن از هیچ نوع استاندارد دیگه ندارن، حتی هر کاری که دلشان باشه بکنن تا به قدرت برسن. حتی طفل مسلمان، طفل مسلمان خود نامشان یا مسلمان شیطان پرست است، طفلای افغانه، طفلای مسلمانه، زن و پیر و جوان از بین ببرن تا به قدرت باید برسند. این حالت مسلمان، حالت بسیار خطیری است، ولی هست، حالت بسیار خطیری است کاملا. بنده گرامی، روز در خبر می دیدم، در شاید شما هم دیده باشین، که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان، که ولیعهد است البته، می خواهد تغییرات به می که عقایدش مربوط خودشان است، مسائل سیاسی است، مسائل مذهبی است، هر چیزی که است مربوط خودشان است، ولی هر قدر هر گام را که یک انسان برداره به سوی بهتر شدن یک جامعه باید قدرش ها، ای که خدا میپذیرن یا نمیپذیرن، مخلصانه است یا مخرزانه است، و مربوط خالق است، مربوط ما نیست. ما ظاهره میبینیم که یک چیز بهتر اگر می باید تاییدش بکنیم. آقای ملک سلمان، محمد ابن سلمان، ملک سلمان پدرشان است البته، محمد ابن سلمان، اینا یاد کردن که یک قانون البته گذاشتن که باید از طریق وزارت شون اسلامیشان همی تبلیغ شد، که من صدق سال آدم درش دارم و در مورد نشان برتون میتونم، گفتم که لاود سپیکرها در عربستان باید که تخفیف داده شود، تخفیف داده شود. تخفیفشان جزیات شاد کردن که اگر فکر بکنین، یعنی یک سومش باید تقلیل داده شود. یعنی اگر یک لاود سپیکر یا همی بلندگوها اگر تا درجه 12 اگر بالاترینش باشه، اینا تا درجه 4 باید پایان بیارن شد. یک سومش تا درجه 4 باید پایان بیارن به خاطر آذان و اقامه در عربستان. یک عمل خوب است که حداقل یک تعداد و نوشام کردن که مزاحمت از بر دیگران، که حال متوجه شدن. خب بازم گفتم، هر موقعی که متوجه میشه انسان، هر موقعی که متوجه میشه قابل قدر است که آدم قبول بکنه. این جامعه به سوی بهتر شدن بره، باید به سوی بهتر شدن بره. و همیجا اگر سلایدشام خدمت دوستا بارم که دوستان ما ببینن و یا ملک سلمان است، ببینید در جنرال loud volume was causing disturbance. Saudi Arabia orders masjid to limit volume of loudspeakers. چیزهای از این هست در روز عربیش نوشته کردن البته. و در این جا میبینید که وزارت شئون اسلامیش یاد میکنه که
یعنی فرمان صادر کردن که برای منصوبی مساجد، البته ترجمه کردیم در پایین، وزیر شؤون اسلامی سعودی منصوبین مساجد باید آواز بلندگوها را برای آذان و اقامت تخفیف دهند، که جای خوشی است، البته جای خوشی است که باید همچون چیزی باید انجام شود. ولی یعنی آله ببینیم که امین مشکلی که امروز موجود هست، امین مشکلی که امروز موجود هست در جهان به اصطلاح اسلام، امین مشکلی که موجود است که در عربستان تنها بخصوص در مکه یا مکه و مدینه هر دویشان که برای حرمین یادش میکنن، در اونجا غیر مسلمان وجود نداره، بیشتر در مکه غیر مسلمان اصلا وجود نداره ظاهرا. خب یک تعداد میتونه که هرچی باشه، ولی نامش نام مسلمانیست و کلمه میخونه و بس خلاص مسلمان است. آن اینا گفتن که مزاحمت میشه و از این مسائل که در طول ده ها سال است دیگه این لاودسپیکر ها استفاده کردن ازش. یک شیخ هم باز مدیدم که یک شیخ هم باز فتوای خودم میده که ولی لاودسپیکر ها اسلامی نبوده و در زمان پیامبر خونه بود. ببینید که همیشه شیخ هایی که در دربار کار میکنن، خب وظیفه‌ای است که باید تایید بکنن. اگر در چند وقت پیش همین می بود، باید همین شیخ شاید میخیست و میگفت یک نفر کفر گفته که همچه گفت در زده، اما متاسفانه که این چیزا هست. خب بهرحال او سر جایش، اما راستی چقدر مزاحمت است در امو عربستانی که کلش مسلمان است، کلش بازان به مسجد معتقد هستن. اما فکر بکنین، خب در اونجا یک کسایی است که پیر است، زهیر است، مریض است، طفل است. چقدر طفلا از خواب خود بیدار میشن در اون وادی صبح، آذان اقامه گفته میشن، مزاحمت به این حد. آلو طفل خود مکلف نیست. چقدر خانمهاییست که اصلا نماز نمیخوانند، در حالت ماوار خود هستند، مریض هستند، تکلیف دارند، یا هر مریضی دیگه، یا پیر و جوان. خب این همش مزاحمت ها هست. خب در کشورهای دیگه چی؟ کشورهای به نام اسلامی دیگه، خب امی مزاحمت ها نه تنها بر علیه مسلمان، بلکه بر علیه هر گروه دیگه، گروه اقلیت دیگه. حالا آزان گفتمش، آزان صبح گفتمش، همه رو باید بخیزانن. اولی که همه رو باید بخیزانن، خود از این جفا هست. چرا؟ امروز کسی که نماز میخوانه خودش باید بفهم چوخ نمازی نماز است، مزاحمت است. بعضو گروه هایی که به عقیده نیستن، مسیحیستن، یهودیستن، زردشتیستن، باهیستن، هندو، بودایی و هر چی دیگه، آن وقت نماز نمیخوانن، نماز صبح نمیخوانن. چرا وا بخیزن؟ مردی که در مملکت اسلامی زندگی میکنه، مملکت اسلامی مملکتشان است. چرا نامی که نامش هم مملکت اسلامی ماندن، اینمی زد اسلامی است. نام اون ممالک هم که گفتم برد. چرا یاد میکنم که ایسته کشوری که جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، دورترین کشورها از اسلام امینا هستن. برای که اسلام هر چیزی خودشان خواستم تو کردن، جمهوری اسلامی نامش ماندن، در حالی که در اونجا هندو وجود داره، بودایی وجود داره، زردشتی وجود داره، مسیح وجود داره، یهودی وجود داره. خب یعنی در حقیقت برشان میگه که این مملکت شما نیست. این مملکت کساییست که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بخوانه که امیرام ساختن در قرآن پیوند که در بر مسلمان پیوندش کردن و تبصره کردیم میشه. خب ضد اسلامی هست دیگه، جفا هست بر انسان ها، یعنی بی‌احترامی بر آزادی انسان است. انسان هیچ حقی نداره که برن در اونجا زندگی بکنن، یا از که قبول بکنن که صبح ملازان باید بیدار شن، نماز میخوان نمیخوانن، باید بیدار شن، اون نفرین هم که بکنن ولی بیدار شن، باید نفرت ایجاد بکنن، بیدار شن، باید از خواه بیدار شن که مملکت اسلامیست یک ملازان میدن.
و از این مشکل است که ما داریم. و بازم گفتم که همونطوری که یاد کردم بازم جای خوشی هست همی که یک چیز بهتر شو میره، اصلاحی بهتر میشه، هر وقت جلبش گرفته شوه بسیار جای خوشی هست. البته در یک خبر دیگه هم که بسیار تکان دهنده بود والا شنیدیم، در من شما دوستان شنیده باشین، در کانادا، در کانادا در شهر لندن کانادا، البته لندن یک شهر است در آنتاریو کانادا، در اونجا یک کس رفت و چهار نفر پاکستانی که لباس های کلچر خود دارن، چهار نفر البته یک طفل 9 سالیشون زنده برآمده، فعلا نشفاقانه است، اما چهار نفر به شهادت رساندن. فکر کنین چقدر این وحشت است، چقدر تکانده، یا از کجا ایجاد میشه، چرا ایجاد میشه، به خاطر چی ایجاد میشه؟ به خاطر که نفرت، ما درای زدودن نفرت کار نکردیم. یک کانادایی کار کرده، یک کانادایی که بر ضد مسلمان نفرت داشته، از کلچر مسلمان نفرت داشته، از اسلام نفرت داشته، حیات خودم تباه کرد، حیات 4-5 نفرم تباه کرد. در پاکستان و کی قربانی میشه؟ قربانی از این نفرت ها 4 مسلمان بیگناهی که در سرکان قدم میزنن در کانادا، صبح با صبح سلامتی زندگی میکنن، مربوط یک کلچر دیگه هستن، یک عقیده دیگه دارن، یک لباس دیگه دارن، میپوشن، ولی اینا را چی کردن؟ با قتل رساندن. حالا شما فکر کنین که این نفرت ها از کجا ایجاد میشه؟ چرا ما به خاطر زدودن از این نفرت ها کار نکردیم؟ و امیدوار هستم که کار بکنیم، هر قدر میتونیم سریع تر دست به کار شویم که نفرت از جامعه باید دور شود. اگر این شاید یک روز شود که حالی یک بسیار واقعات کم است که معمولا اینا این مردم نمی کنه این کارها را، همچون کارهایی که مسلمان می کنه کرده اینا نمی کنن. 9/11 ما شما شاهدش بودیم، 11 سپتامبر 3000 نفر در یک روز کشته می شود، یا از این کارها نکردن که یک استاندارد دارن که استاندارد نگاه می کنن. اما ما اینا را به جای نرسانیم که دیگه پیاله لبریز شود، که باز در اون صورت همه ما مسئول خواهیم بود. پیاله لبریز شود که بگوین اینا می کنن، ما چرا نکنیم؟ چرا نکنیم؟ اینا از ما را می کنن، ما زیرا چرا نکنیم؟ و ای اگر یک ذره ترویج پیدا کنه، خب دیگه ما شما هیچ کدوم هیچ کس آرام بوده نمیتونه. هر کس دیگه باید مثل ممالک دیگه باره ناران باشه که هر جا انفجاراتی هست، انتحاری هست و موتر سرشان برانن، یا کلش اختراع مسلمان ها بودن. در اروپا چندین حادثات از این حادثات اتفاق افتاد، از این حادثات اتفاق افتاد متاسفانه، که ما باید دیرا کار بکنیم. خط دوست خانم بگیریم، برنامه برگشت به قرآن بفرمایید، برنامه برگشت به قرآن. خب فکر کنم که یه ایز که دست من در چیزش خوردم، دوست ما میتونم دوباره زنگ بزنن، اشکال نداره، خطشانه میگیرم. و این نفرت ها باید کاسته شود. مایی که در غرب زندگی میکنیم، ببینیم گفتیم تخم نفرت رو ما کاشتیم، با تعصب، به خاطر بیغوی ما، به خاطر تعصبات مذهبی که بر ما دادن. همی که ما میگیم بله، برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام علیکم آقای چهره. سلام محترم، خوب هستین؟ صحت شما خوب، بفرمایید. پروگرام امروزتان بسیار خوب بود، تشریحات قرآن شریف هم بسیار خوب. ما از این دیدار یک سوال پیش ما بود، یک سوالی که واسه نمیده امرایتان میفرمایید. چرا نه، بفرمایید. همین نظر شما رو میفرمایید. خواهش میکنم. واسه خیلی بنامی اینمی همین جملات که شما به اصطلاح ترجمه کردین،
این ببینیم که خود پروردگار بر حضرت پیغمبر میگه، میگه دین آزاد است. کاملا خود تو غرض نداری که یک آدم محکوم کنی یا یک آدم به اصطلاح مجبور بسازی که اسلام داره و مجبور بسازه که اطاعت کنه. این واضح همین دین از نگاه چی؟ اختیاری و مطلق است. خودت میدانی و ارادی کار کاملا کاملا ببینی که جمله واضح آیت است که میگه که هر کس میدانه که هر را را انتخاب کنه. این بقیده خود پروردگار نمیخواه که ابو آزادی بیان از پیش انسان بگیره که مجبور بسازه که همی اسلام یا همی یک دین قبول کنه. کاملا درست است. کاملا درست است. بیا این منال دنی قسمت همی هفته خود همی محمد ابن سلمان اعلان کرد که آزان در میکروفون غلط است. قرآن مجبور نمیسازه که مردم از خانهاش بیا عبادت. این همی میکروفون ها را تمامش از خود عربستان سعودی گفتن که شما جمع کنین، هر کس در موقف آل ساعت هست آل مردم خودشان میفهمه که چی وقت نوست. شما مجبور نسازیم که مردم از خانه خود بنایه بیاد دمازه نظر به میکروفونی که چی چی کل مردم میفهمه که چی وقت برد. این همی خودش جبر از همی نظر به این خوب آیات این واضح محمد همی که همی میکروفون همی صدا جار زدن در میکروفون مردم به نماز دعوت کردن، این همی خودش چی حالت همی حال او نمول خم اعلان کرد در عربستان سعودی نمان گفت فقط در داخل مسجد نمول ملایمانی که داخل مسجد است مردم جمع میشن، مسجد آزاد باشه، هر کس میتونه بیای از اونجا بخوانه نماز خدا در جمعی هست. خب بیایی نینال همی همی آزانه که داده نظر به قرآن شریف که واضح داستان چرا با این سنا مجبور میتونن مردم هم به عبادت. من نظر شما رو هم که آلا همین نظر محمد ابن سلمان راستی واقعا چیزی که در قربان در قرآن شریف تذکر داده و امروز شما هم تشریح دادید که امی جبر میشه که وقتی خود آزان در میکروفون مردم رو مجبور بسازه و کسایی که مریض هستن یعنی یک عذیت پیش نمی کنه ببخشید. نخواهش میکنم. بسیار تشکر. لطفه این برادر کن خدا امرایتان باشه. بله ببینید که همی مطلب که یاد کردن تفسیری کردیم گوش، ولی واقعا کار است که امیدوار هستم که به اون مرحله برسه که هیچ آزان نباشه هستن. می گفتم کار تخفیف قائل شدن که باید زیاد تخفیف پیدا بکنه، اما اگر هیچ آزان نباشه مردم به امروز کسی که نماز میخوانه چیز داره ساعت داره سلفون ها هست، همه چیز هست و شاید امیدوار بسیم که در یک روزی هم باشه، گرچه آقای سلمان کوشش میکنه با مسیر بره که کسی نماز میخونه مربوط خودش هست، کسی نماز نمیخونه مربوط خودش هست. ببینید در عربستان ما گفتم یک روز یک وقتی که من رفته بودم با دوستان همونجا قدم میزدیم، همونجا یکی از دوستا یاد کردن که چه کنید اسلام خوش آدمه واقعا که مردم سیلاسا میرن به سوی مسجد. من گفتم کدام اسلام؟ من اونجا خواستم که امینار اکتر چیزایی که میخواستم بگویم برشان بگویم، گفتم کدام اسلام؟ گفت ببینید کل دکانها رو بسته کردن، کلی که میره مسجد نماز میخوانه خویم اسلام هست. من گفتم نه، اسلام وقتی میتونه باشه که مردم بگویم که شما اگر نماز میخوانین مربوط شماست، اگر نمیخوانین مربوط شماست، دوکانتان باز میباشد، بزنس دارین یا ندارین، هر چیزی که هست کاملا آزادی است که میره مسجد کی نمیره. اون وقت باز ببینیم که چقدر مردم مسجد میره. اون وقت از اسلام است که مردم خودش بره به خواست خودش، نه به خاطر قانون. چون امروز کسایی است که اقتداد برده دوکانات پایین میگن قرار در پیش دوکان خود خواهد میزنه نمیره، بزنس نمیکنه در مونیم سا و اقتدادش کنه بزرگ اگر نرخو میگن دکان ما رو بسته میکنن. امیدوار هستم که آقای محمد ابن سلمان به اون مرحله برسه که اینا رو کنترل کنه یا هیچ کامیش اسلامی نیست. لا اکراه فی دین چی میشه؟ در عربستانه که پیامبر در اونجا زاده شد، عمر خود اونجا تیر کرد و این قرآن احمد که لا اکراه فی دین، در امور دین جبر و اکراه نیست و میگه دکانتان رو بسته نکنین جریمه هستیم یا شاید بندی شد که شما آزان داده میشه به مسجد درین.
خب بازی است اکراه شد دیگه، جبر و اکراه است. امیدوار هستم که یک روز قدم به قدم همچو اصلاحات بیاید. من پیشتر یک اشاره کردم که مربوط خدا هست که از قلبهایشان آگاه است که واقعا میخواهند اسلام را کمک کنند، یا ایست که دیگه زیر فشار به از هر طرف آمدن که یا یک اصلاحات اگر نبرن بقای خودشان در خطر است. به هر صورت ما تایید میکنیم چیز خوبی را که انجام میشه. ما خود قضاوت کار ما نیست، که از قضاوت کار خداوند است. امیدوار هستم که قدم به قدم به سوی اسلام قرآنی، اسلام که آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب برن، به سویش به سوی ازی برن که یک کسی میتونن بگن که من مسلمان نیستم، زندگی بکنن در مکه و مدینه زندگی بکنن. یک مسیح بگه شما مسجد دارین، ما میتونم کلیسا داشته باشم، آزادی داشته باشم، باید داشته باشم. چرا نباشه اصلا مسجد و کلیسا فرق نداره برادر خواهر من، از دید قرآن فرق نداره. آیه 40 سوره حج اصلا فرق نداره. مسجد و کلیسا و معبد یهود سومر از چارش در یک آیت یاد میکنه، هیچ فرقی بهش قائل نشده. میگه ذکر الله کثیرا، در اونجا خدا را مردم یاد میکنه، هیچ نوع فرقی قائل نشده. خداوند سبحان، پس چرا نباشه در مدینه و مکه؟ باید باشه. امیدوارستم که به مرحله برسن. آیست آیسته انشالله که میشه ما زنده باشیم که ببینیم، اما امیدوارستم که ای سریع تر انجام شود، برای از اینکه دین بیشتر از پیش آسیب دیده و صدمه دیده. بله، پس همین نفرت ها را که من سرش صحبت کردم که ما روش کار باید بکنیم، از این نفرت ها چرا چیز مهمی است کار بکنیم. من گفتم چطور این نفرت ها ایجاد میشه. فکر بکنین مایی که در غرب هستیم، مثل عزیز که یک کسی میمان بکنه، یک گروهی در خانه خود میمان بکنه، در خانهش میمان است، بهترین غذا برش آماده میکنه، بهترین بستر خواب و مکتب و اینان و طفل و همه چیز برش آماده کرده، میمانیست در حقیقت. اما میمان بیاید بگه شما کافر هستین، شما اگر دین ما را قبول نکنین شما دوزخی هستین، خلاص، اگر پیدا دست ما برتون برسه شما را میکشیم. خب از این که دیگه وحشت در کجا باشه که اینا میمان کرد، ما در میمان هستیم در کشور از اینا، و ما اینا رو بگویم که اینا کلش کافر هست و کلش در دوزخ میره. خب بازی است که نفرت ایجاد میکنن، چون اینا پیروی از یک قانون و اصول و استاندرد انسانی که دارن، البته در بین از اینام اینام پرفکت نیست، در بین از اینام انسان های ناجور و مریض و تروریستی وجود داره، اما متاسفانه که در بین ما به حد زیاد شده. ولی خوشبختانه که در بین از اینا هنوز بسیار زیاد انسان های با استاندرد وجود دارن، سیستم استاندرد رو واقع کرده. پس اینا رو ما را یک رای علاج برش بسنجیم. قرآن مطابق قرآن اینا مومن و خواستن، آیه 62 سوره بقره چی یاد میکنن؟ مسلمان و مسیح و یهودی و صابی اینا رو کلش در یک گروه یاد میکنن. کلش هم میگه هر کسی که به خدا ایمان داره، به روز آخرت ایمان داره، عمل صالح انجام میده، اجر و پاداشتان پیش خداست، نه خوفی داشته باشه و نه ترسی رو به خود را بده. خب اینا مومنه به خود هستن. آیات متعدده است که ما زوجش زیاد کار کردیم برنده گرامی. اما ای که ما در این را باید کار بکنیم که همین نفرت ها زدوده شد، که همچه حادثات اتفاق دیگه نفته، یا اگر حادثات اتفاق میفته بر علیه از این مردم، چرا مسلمان نمیخیزه؟ مسلمان های همون شهر حداقل، مسلمان ها باید با تمام نیرو وقت خود صرف کنن، انرژی خود صرف کنن، باید بخیزن تظاهرات صلح‌آمیز همراه با اونمو مردم های همون شهر یک جای تظاهرات انجام بدن بر علیه تروریسم، بر علیه خشونت، بر علیه همین کارهای ناجور و ناروا، همراه از هم دست باشن، دست به هم بدن در تظاهرات و پیش برن.
که اونا ببینن که بابا اینا همراه ما هستن، اینا درست است که مسلمان هستن، نامشون اونا مسلمان هستن، مسلمان اینا هستن، ما مسیحی هستیم، ولی شما دینتان، دین ما یک دین است، شریعت شما یک چیز است، شریعت ما دیگه چیز است، استاندارد شما یک چیز است، استاندارد ما دیگه چیز است، از نظر شرعی البته، اما در یک استاندارد خوب که ما شریک هستیم، دین ما مشترک است. اگر ما همچو کارهایی را انجام بدیم، خب در همین جامعه غربی آیست آیست همین نفرت ها کاسته میشه، یا در محافل ترحیمشان شرکت بکنیم، در جنازه هایشان شرکت بکنیم، این کسای کشته میشن میرن، چقدر مسلمان میره در جنازه های زینا، باید شرکت کرد اگر امکاناتش باشن بده، تا جایی که مقدور است باید شرکت کرد و حسن نظر خود نشان داد و قلبن متاثر شویم که انسان های بیگونه های کشته شد، مثل این چهار نفره که بیگونه ها کشته شدن، خداوند رویشان را شاد داشته باشن، و اگر این چهار نفر یک چهار نفر مسیح و یهودی و هر گروه دیگه، اونا اگر بیگونه ها کشته میشن، اون در رحمت خدا خداوند شهید محسوبشان بکنن و در رحمت خدا باشن، خب اونا هم بیگونه ها کشته شدن، چرا ما تمیز بخش میدیم که ما شهید بشیم و اینا خو کافر هستن؟ اینا را اگر اصلاح نکنیم واضح است که ما مسئول هستیم پیش خداوند، شک درش نیست. از این خاطر اگر ما کار بکنیم در ایران، ببینیم چی کردن میتونه، تا جایی که مقدور است. اگر چیزی کردن نمیتونیم، خب نمیکنیم، حداقل کوشش بکنیم حسن نظر ایجاد بکنیم که دوستای ما ببینیم که دوستای ما چی کامنت هایی گذاشتن که من نمان از پیش من. عباس شیرزاد سلام کردن، سلام مام برشان، و روفی عزیز نشته کردن تعریف قرآن چیز دیگر نیست، آنچه طالب می کند و عابدی می گوید و دیگر ترورست ها تعریف و دیگر ترورست ها تعریف واضح و آشکار قرآن است و این صفت مفسدین است، در حقیقت کنیدشان صفت بله مفسدین و منافقین است، طالب و داعش و ملایشان منافقین و مفسدین هستن، که شک درش نیست، ولی شک درش نیست، من خودم شک ندارم، خودم قطعا شک ندارم. باز آقای عزیز نوشته کردن که وزیر حج و اوقاف اشرف غنی گفت که طالب برادر ماست و آنها را کافر گفته نمیتوانیم، اعمال طالب ما طالب ها بدتر از اعمال کفار است. خب همین آلت طالب و طالب همیشه یا برادر گفتن دیگه، طالب و برادر گفتن، برزیگی در قدرتی نهاد دمود خواست در دو یک چیز، اون قدرت میخواه، هم قدرت میخواه، با زبان اینا هم که یک چیز باشه با بیخید یک چیز هست، و اینا برادر هستن و امریکایی کافر میشه. قصه خنددار آقای کرزایی که یادم میامد که یک بار میگفت که اگر امریکا با پاکستان در جنگ شود، ما با پاکستان دست یک جای میکنیم برای امریکا، در حال که از امریکا پول میگرفت، معاش میگرفت، یادتان اگر باشه، یعنی به یه اندازه بالا جای بسیار تأسف است که میبینادم و هم میشنوادم. ولی هست دیگه. مرزوقی وهاب یاد میکنم که با عرض سلام و ادب استاد نهایت محترم و گرامی شکر که دور سلامت میبینیم شما را، خداوند متعال شما را همیشه در پناه خود داشته باشه، که بسیار تشکر میکنم ازشان، امیدوار هستم که اینا هم در پناه خداوند باشن. و صحت و سلامت آقای سلطان نوری یاد کردن که محترم آقای وسیق چند ماه قبل این سوال را طرح کرده بودم، چرا قرآن به زبان دیگری که غیر از عرب قابل فهم میبود، چون هر شخص که چند کلمه عربی میفهمه و از این مسائل خونوشته کردن زیاد میده پسانتر میخوانم، حتما روش تبصره میکنم انشالله، اگر وقت شد، اگر نشد انشالله در افتیار اینده. رحیمه گران اشرف نیا سلام و احترام خدمت شما جناب محترم وایسینگ و گرامی، موفق سرفراز در امان الهی باشید. شما همچنان بسیار تشکر از بیننده های خوبی ما آقای
فیاض حسینیان بینید خوبی دیگه ما. تشکر از جواب دادنتان. جالب است که شما برای هر حرف و لغت قرآن تشریح خاص دارید. آیا خدا با این همه فهم و داناییش نمیتواند ولی نمیتوانست کلمه بهتر از بوزینه را استفاده میکرد؟ شما کلام خدا را تفسیر میکنید و این نشان میدهد که شما بهتر از خدا. خب ببینید که کلمات گفتم من میخواد یک توضیح دادم که این کلمات جا افتاده در اونجا ای که حتی شاید در زبان خود ما همچون کلمات بعض کلمات است که ما میتونیم فرضاً امیال من میخاطرم نامت کرد اون کلمات آدم استفاده بکنه که بسیار کلمات است که ما میتونیم همون کلمه رو خیلی خودش چرا استفاده نمیگیم از یک طریق دیگه ما میخواییم نفر بفهمانیم برای دیگه جا افتاده در زبان کاملا مرسوم هست. اما برحال آقای حسینیان محترم هستن نظرشان هارون رشید یاد کردن که برادر محترم فرق است در بین مسجد کلیسا صومعه، اما الله متعال فرموده که احترام به ادیان دیگر داشته باشید تا دیگران به این شتورکایی و دیگران به دین شما احترام کنند. خالبتا یه برادر ما یاد کردن که فرق هست. امیدوار هستم که برادر ما می آیه چلم بخورن. اگر یه من گفتم آیه چل هست و اگر سیمونه باشه ببینه که همین سوره حج که من بیارم چون برادر ما دوباره یاد کردن امی بله آیه چل هست الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد. اگر دفع کردن انسان ها یکی از توسط دیگر انجام نشه لهدمت صومعه ها و بیع و صلوات و مساجد که کلیسا و معبد یهود و مساجد خراب میشه منهدم میشه. ببینید از چهارش در یک آیه یاد کرد یذکر فیها اسم الله که در اونا اسم خدا یاد میشه، هم کلیسا هم مسجد هم صومعه هم معبد یهود. هیچ فرق خدا قائل نشد. عبادتگاه هست ای که خدا را انسان چه قسم شناخته. درست است که یک مسیح وقت میره به کلیسا او چه قسم عبادت میکنه، یک یهودی میره یا یک بودایی میره یا یک زردشتی میره یا یک بهایی میره یا یک هندو میره یا یک مسلمان میره. اما وقت با اخلاص میرن برادر گرامی، با اخلاص میرن خدا رو نمت شناختن، اونو خدا رو و عبادت میکنن. خدا رو خیلی هیچ کس ندیده در عبادتگاه مخلصانه میرن عبادت میکنن، کلش ذکر خدا هست. اما مغرضانه اگر برن ولو در مسجد مکه و مدینه برن، مغرضانه برن، مورد پسند خدا نیست و قابل قبول خدا نیست. بله تشکر. خب اینا بود از آقای هارون رشید و یک اسد پردیز یک بیننده خوب دیگه ما. سلام محترم وسیق گرانقدر، بعد از درد سلام خوشبختم شما را صد من میبینم با ادب. که بسیار تشکر دوست عزیز و امیدوار هستم که یک وقتی طرف ها به این که باید ببینه بتانه، چون دوستای عزیز ما همیجا بودن از یه رفتن به نیویارک و انشالله که در امان خدا باشن و صحت و سلامت باشن. یک فکر کنم یک نیم ساعت دیگه که وقت داریم بیننده گرامی اینجا، ما خدمت دوستا یک چیزایی را باید شان بتون که خب بله ببینید شخصیت یک شخصیت امروز براتون آوردیم که چند نکته در موردش صحبت بکنم. آقای دکتر یاسر قاضی بسیار انسان شناخته شده است در امریکا. ببینید امیال که میبینید اینا یک در حقیقت یک سلفی تمام عیار است، یک سلفی تمام عیار است. اینا در تکساس تولد شده در یک فامیل پاکستانی، از پدر مادر پاکستانی در تکساس امریکا تولد شدن، درسای خود خواندن، رفتن به عربستان، در عربستان درس خواندن تا ماستر دیگری و کالج و ماستری خودم در اونجا گرفتن. 10 سال در عربستان بود و
در عربستان یعنی خوب یعنی عالم شد در حقیقت به این شکلی عکسایش که اونجا گرفتن عالم شد و کاملا بعد مفکوره مستلفی اینا پس دوباره آمد امریکا از جا خلاص شد به امریکا به فامیل خود آمد پیش فامیل خود آمد وقت پیش فامیل خود آمد دکتر یاسر قاضی خواست که ادامه بده و رفت به ییل یونیورسیتی یکی ییل یونیورسیتی که در ییل یونیورسیتی رفت و در اونجا دکترای خود گرفت یونیورسیتی آمریکایی که یاد میکنن در یک جای دیگه پرینستون و ییل و هاروارد اینا یاد میکنه و اینا درمی کلپک مامانی و البته ببینید تفاوتایی که اینا داشتن اینا با این موقعی بودن که برگشت کردن از عربستان یک اندازه ببینید اول لباسشان تغییر خورد ریششان کوتاه‌تر شد سرشان برهنه و رویه بود کلا مانده بود یعنی تغییرات در خود آورد در اینجا زاده شده بود در امریکا زاده شده بود اینا به یک عقیده بودن که ببینید قرآن که ما نوشتم کردیم بچه بخوانده میتونن دوستا که قرآن در بین تمام کتب آسمانی یگانه کتاب است که کاملا از تغییر و تحریف مسئول مانده چون که خداوند وعده کرده که خودش قرآن را نازل کرده و خودش حافظ قرآن است که آیه نهم سوره 15 اشاره به او آیه میکنه اشاره به او آیه میکنه The Quran is the most protected of all scriptures and in fact we as Muslims believe that God in his divine wisdom and plan has protected the Quran from any type of alteration from any type of deviation from any type of miswriting because the Quran tells us that God has revealed this Quran and he is going to protect it که البته ایران قابل سوال است که امیر پروتکت کرده یک جای دیگه با دکتر وایت اینا چیز میکنن با دکتر وایت یک دیبیت بگویم یا دیبیت دوستانه دارن مسیحیست واعظ مسیحیست که در اونجا بازم یاد میکنه که در تمام ممالک اسلامی تنها یک قرآن وجود داره و کپی های مختلف و متفاوت قرآن قطعا موجود نیست And the Quran, there's only one Quran. There are no various versions or whatnot. It's one standard copy of the Quran across the Muslim world. ببینید که اینجا یعنی با مو عقیده است که یک قرآن وجود داره بس و پیشتر بخاطر آن باشه که مأمور گذاشتم که اینا یاد کرده بودن که قرآن کریم یاد میکنه خداوند خودش حافظ قرآن است خودش نازل کرده قرآن را و خودش حافظ قرآن است دکتر شهرور که بسیار معروف است در جهان عرب و اینا یاد میکنن که به خدا قسم که خدا میگه قسم به خدا ببینین چی میگه خودش فورسشن روشتر کردیم که به خدا قسم که او حفاظت از ذکر را وعده کرده نه حفاظت از قرآن را ببینین چی میگه خودش انا اقسم بالله العظیم ان الله تکفل بحفظ ذکر ابی حفظ القرآن اقسم بالله انه لم يتكفل الا بحسن ذكر اینجا یک نکته دیگه بود که سرش باز من میخوایم یک در صحبت بیشتر بکنم اما ببینید که عظمی دکتر یاسر قاضی کلپ دیگه ایشان در مورد امی قرائت مختلف و قرآن اینا تغییراتی که در امریکا آمد این تغییرات در خود ایجاد کرد مطالعه زیاد کرد چون امیجا زاده شده بود با وصفی که در عربستان در مکاتب یونیورسیتی سلفی درس خوان اما آمد در اینجا یک اندازه مطالعات بیشتر کرد یه یونیورسیتی رفت درس خوان دید که چیزهای دیگه تفاوتهایی وجود داره یک اندازه قبول کرد که باز جای خوشی است که انسان قبول میکنن اونایی که قبول نمیکنن پر مشکل هست ببینید که بیشتر میگفت که اصلا یک هیچ قرآن قبول نه اصلا قابل یعنی قرآن دیگه وجود نداره یک نوع قرآن وجود داره ولی در اینجا ببینیم که بازم خودشان اعتراف میکنن که تغییرات نه فقط در قرآن بلکه در حروف و کلمات و حرکات هم موجود است اینجا اعتراف میکنن که نه دو کلپ ششما دیدن که تغییر نه اصلا یک قرآن است کل در ممالک اسلامی اما دو سال بعد سه سال بعد آمدن قبول کردن که
یک سری مطالعاتی کردن کتاب های دیگه، مگه 24 تا این قرآن هم در کتاب خانه خود دارن، یا 22 یا 24. Those who have been exposed to some of our brothers who live in Algeria or Morocco or other North African countries, they recite the Quran in a slightly different way. Not just a voice or not just a speaking style, but also changes in letters and words and harakat. خب ببینید که اینا بسیار یک تغییر کلی است که در اونجا میگفت هیچ نوعی تغییر وجود نداره. قرآن در سراسر جهان اسلام دو کلیپ شما مونده، ده ها کلیپ داره اصلا. اما امروز آذر شد که میگه که نه، این هم تغییرات در قرائات است، بخصوص کسایی که در شمال افریقا در مراکش اینا زندگی میکنن قرآن های دیگه دارن که ما بارها یاد کردیم که یعنی اکثریت مسلمان از حفظ عناصم پیروی میکنن قرآن شده دارن، اما قرآن دیگه است که از ورشن نافی در شمال افریقا و قرآن دیگه که از چندین نه قرآن دیگه است که من یک روز به آیستایست کم کم معرفی میکنم انشاءالله بر دوستا و بینده گرامی اونا را. و در اینجا جالب است که امی شخصیت آقای دکتر یاسر قاضی در یک کنفرانس دعوت شده در سنگاپور، در کنفرانس دعوت شدن در سنگاپور و در سنگاپور ببینید که چی میگه. بسیار جالب، من این ترجمه نکردیم، اینا خودتان ببینید، دقت بکنید، من ترجمه فارسی میگم براتون، اما ببینید که چقدر بر دوستا و عزیزای ما که البته به زبان انگلیسی آشنایی ندارند در اروپا اینا هستن، برشان ببینید که خود از اینا چی میگه اصلا. What the Western education does is it historicizes, contextualizes. It forces you to rethink. You know, Medina, Azhar, Malaysia, Islamabad will build a building for you. When you go to Harvard, Princeton, Yale, they will deconstruct the entire building. Throw it all the way back down. It's going to be all blocks, back to Lego blocks. Then you have to figure out how am I going to reconstruct it myself. They're not even going to do it for you. Right? This is the reality of the Western education. That you are forced to think, and you realize that that building I inherited from Azhar or Medina is not a building that Allah revealed. بسیار جالب است، برای من بسیار جالب است، حتما برای شما بسیار جالب است بیننده گرامی. و این را ببینید که دکتر یاسر قاضی یک اعتراف بسیار بسیار واضح و روشنه که یعنی واقعا بسیار جالب است، والله بسیار جالب است که به یه سطح یک دفعه دکترای خود بگیره، از ییل یونیورسیتی دکترا گرفت و آمد دیگه خودش میگه که Western education، Islamic education یا religious چیز مطالعات دینی اینا یا تحقیقات در غرب، میگه چی میگه؟ force you to rethink. این بسیار مهم گفت است، اینا تو را مجبور می سازن که دوباره فکر کنی، تجدید نظر بکنی، چیزی که برات یاد دادن تجدید نظر، دوباره باید تجدید نظر بکنی، دقت بکنی. من خطم به اجازه دوستا بگیرم، برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام آقای وسیم، تشکر از پروگرام خوبتان. سلام آقای علوی عزیز، بفرمایید. صحیح بخاری خونده و روایت که اسبان مومین عایشه روایت کنه که سوره آیت سنسار آمد ما دوی نشته بود و باز بله؟ مرسوب کم به دفت پیامبر شدیم، یک گز آمد و رفت بله؟ این مانوشی که یک سوره یک آیه از قرآن مفقود شد، گم شد بله؟ دومه دیگر اگر این آدم تاریخ بخانه شد، تاریخ پس خانده باشه، یک از عوامل که مردم بر ضد عثمان خلیفه سیاد چاک کردن این بود که عثمان در تعداد زیاد از آیات قرآن رو با آتش کشید. بله. و یک علت این که بخونه تاریخ هست، تاریخ تبری بخونه، کسانی که بر ضد عثمان قیام کردن یک دلیل گذاشته بودی که عثمان خیش پرست بود و قوم پرست بودی ایتوناش با جای خودش و بنی امیه را در هر جای که مقرر کرد اونا دزدی و چپاول کنن. یک علتی که عثمان به قتل رساندن این بود که عثمان تعداد زیاد از آیات قرآن را در داد. چهار قرآن در زمان عثمان به وجود آمد که عثمان از کلش یک شگر
کنده من که در بین ویسی قرآن و یکی در ده ها و صد ها آیت دیگری در دارن یک واقعیت است. و سه برگر کسانی که در مجلس پیامبر بودن و آیت نازل بشن بنای یک نفر نبود چندین نفر بود اینا نوشته بکنن آیت قرآن با خود بیاورن در خانه خود به اون شرایطی که اینا زندگی بکنن باز گلفند نبود که اینا بود برای چندین تا آیات قرآن با خاطر نادانی زنشان بسیار بوده دور انداختن یا بزن باز گلفند رو برد کنن منصور و سرزیز که اگر این روایت که آشم اگر صحیح هست پس قرآن نمکمل بسیار تشکر بسیار لطف کردین نقای روی خدا نگه دارتن ولی ببینید سر این یک تفسیر هم کردم فکر کنم یک دو هفته پیش بود نه همین چه وقت سرش یک مسئله که قرآن در زمان عثمان آتش زده شد قرآن ها نه بلکه مصاحفی بودن مصاحف یعنی صحیفه ها وقتی میگیم یک چند سوره خرد یا چند یک آیه خرد یا یک سوره چند سوره خرد بگویم یا چند آیه از قرآن کریم هر کس که نوشته کرده بودن با هم دیگر داشتن صحابه کرام بودن اونا داشتن و اینا را آتش زد که گفتم ما همین نقده گفتم از دید عقیده بگویم این قرآن کتاب است که ما برش ایمان داریم امروز بر ما این رسه ما مسئول دیگه چیزش نیستیم هر کس هر چی کردن مسئولش اونا هستن ما مسئول از این کتاب هستیم چیزی که بر ما مانده امروز اما از نظر علمی و تحقیقاتی وقتی ببینیم بلی گفتیم چطور و حضرت عثمان برزن قرآن ها را چه صحیفه ها را آتش زد اونا را شواهد را آتش زد شواهد را آتش زد برای که اونا در زمان پیامبر زیر نظر پیامبر توسط صحابه کرام نوشته شده بود اونا را همه را جمع کرد و آتش زد آتش زد و گفتم که عبدالله بن مسعود اصلا کپی های خود نداد برش از عبدالله بن مسعود 111 سوره داشت قرآنش کاپیش از اون مکمل بود 111 سوره داشت میگفت که سه سوره دیگه سوره فاتحه و سوره و ناس و فلق اینا از جمله دعاها بوده یا عبدالله عبی ابن کعب اونا از اونا 116 سوره داشته که سوره 7 و خلع را هم شامل کرده بود که در نمازهای وتر واجب خوانده میشه اونا منعیس یک سوره دو سوره گرفته بودن سوره کار خورده است که شاید یک روز مثال چه برتون بانم پس اینا بوده مشکلاتی بوده که از اینا هیا بوده ولی اما قرآنی که ما این روز داریم اینه می کتاب است که ما این روز داریم و ما از این کتاب مسئول هستیم و ما یاد کردیم که آیا در این کتاب که این روز داریم چی کم بوده است امیار من از برادر خواهر خود و همین خواهش دارم که برای من بگوین نوشته کنن یا یک روز زنگ بزنن که چی کم بود از درمی کتاب خدا او را حفظ کرده او چیز در خاص خدا بود حفظ کرده این خدا ای را که شیخ یاد کرد که خدا حفظ کرده کل قرآن یعنیش تجید نخورده که باز دکتر شهرور آمد و گفت که قسم به خدا که خداوند ذکر را حفظ کرده نه قرآن را خب یک بحث است که سویش باید صحبت بکنیم یک بحث بسیار آیه رو بیاریم آیات دیگه رو بیاریم بسیار بحث جالبی است که مسلمان 1400 سال به یه عقیده است که هر حرف قرآن حرفش کلمهش نقطهش پس بیش نشده برای خدا گفته اینا نحن نزل نذکره و اینا له لحافظون ما این ذکر ما این قرآن رو نازل کردیم ما حافظ اصلا قرآن نگفته خدا گفته ذکر نگفته قرآن که اینم این باز یاد میشه البته من نمیخوایم از روش بحث کنم برای که وقت ما کم است من مطلب همین کلپ آخرم باید خلاص بکنم اما ما این قرآن داریم و خداوند حافظ ارزش ها بوده که این ارزش ها را ما امروز داریم جای بسیار خوشی است بله برنامه برگشت به قرآن بفرمایید سلام آقای رؤوفی عزیز خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ سلامت باشین زنده باشین الحمدلله خدا را شکر شما انشاءالله خوب باشین در امان خدا بفرمایید خوش میکنم برنامه رو خدا میگیرم تقریبا در هفته برنامه بسیار جالب و آموزنده خدا بر شما خیر و برکت بده بر شما همچنان کامنت های طرف میخوانم واقعا جالب است در امان بسیار جالب است جای خوشی است که همه دوستا و عزیزا را داریم بله من به خدمت شما دوستا و بیندا عرض میکنم که من یک زمانی در هندوستان بودم به اونجا با همراه یکی از
هندی ها که چک بود گفت میزون سر این مسائل بله؟ دین خدا و ایمان یه پا خب گفت سر بود به حساب بازوانه گفت میزیم گفت سر این کفر و شرک و خود با خدا پرستی یه پا و بپرستی یه پا بله؟ من برازو گفتم که یک چیزی که پیش با مسلمان ها سوال است این که شما به حساب دیندی ها یا سیکا بپرست هستید بله؟ مشرک هستید به حساب بله؟ گفت ای عزیز ما این گفت مشرک نیستیم گفت که شما مسلمان ها قبلتون چیست؟ اون خانه کعبه است خانه سنگیست گفت ما گفت آیا شما به خانه کعبه سجده میکنن یا به حساب به صاحب خانه به کسی که خدای خود بله بله ما گفتم یه واسه که بود کعبه خانه سنگی ما سجده میکنن و به خدا سجده میکنن گفت قبله شما مسلمان ها اون مو خانه کعبه است خانه سنگی و قبله ما این دوها یا سکه یک بوتک است یک سنگک است یک مجسمه اگر کس گفت نیست قبله مستمایی را به حساب خدا نمیدانه بله فکر نه باز به گفت بسیار داره دیگر دوباره گفتیم بویس ما شما یک عصر زمان هستیم که ساینس و تکنولوژی به کجا رسیده گفت اتا اولام های بسوات از امکانات پیشرفت ترقی استفاده میبرن دیگه اینا گفت که کدام عقل و منطق قبول میکنه که یک انسان به حساب که عقلش کامل باشه بیایم با یک بود یا با یک مجسمه با یک چیزی سجده کنم وادی کمک بخواهیم بله. زمان رو بیاشته ما در قرمی بسیار کسیم هیچ کس هیچ انسان عاقل این کار رو نمی کنم او واقعا خدا پرست است او خدای واقعی رو پرستش نمی کنم بله. که یک مجسمه یا خانه که زنگی یا گفت که مطمئن داشت که همه انسان ها خدا پرست هستن اگر به خدا ایمان دارد بله. یا با خدا بله. یا با ایمان هستن یا کاملا اتیستن که هیچ دفاع خبول نمی کنن بله بله این گفت از این برای من بشار بیا که یک دفت بزرگ زندگی بود کامله یاد این سالا به حساب کافر اونی هست کسی که اصلا خدا را خبول نمی بله. و این تیار بشار کم هستن بله بله بسیار تشکر دیگه به این حال موسوی محابیره که میگن یا ای بابا خشم ایستنگیره میگن یا عبود میگن یا اندوره میگن اینا همشون پیرو یک خواهین هستن کامله و همه اینا و خدای واحد یکانه پیدازیزاد از ایمان ایمان دارن بله بله شکر ایمان رو کنید به یهود ایستنگی اینا رو کافر بدانیم کاملن کاملن بسیار تشکر از تحکیلتان لطف بدن خواهد این تحریف قرآن مشکل مسلمانی نیست آقای وسیل که هر کس که یک آیت هم میخوانه بله از همینجا پایره که چند از پیش آن نفر طالبات از امریکا زد قابلی که آیت قرآن خوان و گفت که بر اساس از این آیت کشتن مردم کابل که طرفدار حکومت منافق امریکا هستند رواست یعنی ببینیم که شما با کدام اندازه قرآن تحریف میشه کاملا در اذهان مردم تحریف شده بله کاملا بلکل این همی کار منافقین است بله متاسفانه متاسفانه که آیات خدا را میخوانند و از او غرب تبیر میکنند در حالی که در 114 سوره قرآن که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه خدای رحمه الله الرحمن الرحیم تو تو اجازه میده که بگه که بکشی نفر که این منافق هست حساب رو بکشی نفر که کافر هست بسیار تشکر بسیار لطف کردیم کس اقلا داره کس بکشم بله آموزش قرآن کاملا کاملا هیچ کس اقلا داره که بیا قضاوت کنه و بگه چه کافر است میکشون به خدا اون مخلوق خدا است زندگی و مرگ از او بده صحبت کاملا کاملا بسیار لطف کردین آقای عزیز روفی عزیز خدا نگهدارتان باشه بسیار تشکر از تماستان با ما خدا بله بله سلام و عرض ادب خدمت شما آقای وسیقی عزیز سلام آقای رایی عزیز خوب هستین ساعت شما خوب چقدر دیر بود آوازتان هم اشتم شکر که خوب هستین تشکر سلامت باشین دو بیننده خوب ماستین شما بسیار محترم هستین واقعا که زنگ زدین لطف کردین بفرمایید در خدمتتان هستم خواهش میکنم خدا را شکر که شما صحت هستید و از خداوند برای شما عزت و سلامت میخواد بر شما همچنان تشکر از برنامه خوب شما آقای وسیط یه وقت علما اجازه نمیدادن قرآن شریف به فارسی ترجمه شود بله و از ملا میگفت و مردم باور میکردن حالا که قرآن ترجمه شده بسیاری از آیات قرآن متضاد هم دیگر واقع شده مخصوصا اون سوره هایی که در مکه نازل شده کاملا بله. از اتحاد و دوستی و مروت و
توصیه شده. و آیاتی که در مدینه نازل شده کاملا از جنگ و بزن و خوش و اینا چی شده دیگه. توبه نماز بنام مثل دی که دو خدای کتاب نازل ساخته، مثلا در سوره شورا آیه چند می ای پیغمبر آنانی که غیر خدا را معبود و معبود خیش برگرفتن، خدا و رقیب و نگهبان اعمال آنها است، بله تو مسئولی کردار آنها نخواهی بود. بله سوره فصل آیه 34 هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست. بله بدی خلق را به بهترین عقل و اخلاق پاداش دهید، تا همان که کسی که با تو سر دشمنی دارد دوست کردند. بله ای اهل ایمان، هرگز نباید قوم قوی دیگر را تمسخر و استهزا نمایید. آن قوم شاید از شما بهتر باشه. بله و در سورهای دیگه که آیات زیاد است راست می ای رسولی گرامی با کفار و منافق جهاد کن. یعنی چون آیه تو یکی بوده دیگه متضاد واقع شده یک سوال جهاد میشه. نک توضیح میدم یک آیت دیگه باز که خداوند میگه که من قرآن به زبان عربی نازل کردم که تا مردم مکه را شما چی کنه. بله جناب است بخیرم ای مردم ما شما را از ای اهل ایمان ما شما را چطور هم بودم یک چیزی هستم که مکه نازل شده. بسیار تشکر مردم مکه این میره میخواستم شما شما بسیار لطف کردید، بسیار لطف کردید. من یک توضیح مختصر میتونم چون وقت ما بسیار کم مونده، اما یک توضیح میتونم انشاءالله در آینده توضیحات بیشتر شاید بدیم انشاءالله به این موقع. خدا همراهتان باشه، بسیار تشکر، خدا نگهدار. ببینیم که آیاتی که یاد شده در مکه و مدینه و اینا که البته درست میگن آقای رایی بسیار انسان محترم هستن و لطف کردن که زنگ زدن و یعنی تفاوت‌های درشان موجود هست، برازی که در شرایط مکه، در شرایط مدینه جنگ هایی که پیامبر در مکه جنگ ها جنگ نبود، برازی که اقلیت بود و اینا، اما در مکه وقت آمدن، در مدینه وقت آمدن جنگ ها شروع شد و مخالفت با گروه مختلف سر قدرت و مسائل، خب در جنگ ها درگیری ها صورت گرفت و اونجا آیات است که بیشتر آیات جنگ بیشتر محصور است، محدود است با اون شرایط زمانی و مکانی، همچون حالاتی که اتفاق میفته در حالات عادی نیست. اصلا حالات عادی اونم شرایط مکی که آیات بسیار سالجو و خیریناست، اما حتی در این آیات مدنی، در آیات مدنی سوره مدنی است که لایگراف دین آیات میکنه قرآن کریم، در آیه 256 سوره بقره که در دین جبر و اکراه نیست، در این سوره بقره است که 148 شاید میکنه که ولکل نوشتون هو مولی ها، هر یک به سمت میتونن رو بیارن که خدا را خود بشناختن به میشکل. بسیار با وضاحت آیات از یک قبیل وجود دارن، اما آیات جنگ فقط آیات است که صرفا محدود میشه به شرایط زمانی و مکانی که امروز ما شما در سال سلامتیش زیست میکنیم. اصلا اون آیات جنگ کاربرد نداره، چون برای من اشاره کردن که وقتم تمام است. به او خاطر شما انشاءالله که در آینده بتونم سر این مطالب یک ذره بیشتر صحبت بکنم و شما که بینیدی برنامه رسین بسیار جای خوشی است که همه را دارم و انشاءالله صحت و سلامت باشین و سر و کلیپ آخرام یک ذره فکر بکنین. در آینده باز یک تبصره روش داریم چون وقت پیدا نکردیم روش صحبت بکنیم. در امان خدا باشین و صحت و سلامت تا هفته آینده که در خدمتتون باشم. خداوند یار و مددگارتون. No matter what kind of car you drive, we have an insurance policy that's right for you. Need to insure your family minivan? We've got you covered. Need insurance for that new sports car you finally got? We've got you covered. Have an old beater that just won't quit? We've got you covered. Or maybe you hit the lottery and want to insure all your new cars. We've got you covered. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save right now. All it takes is just one call. Answer a few questions and before you know it, we've got you covered. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. Auto Insurance.
You want it, you need it, and we've got it. Call Auto Insurance for Less to find out how much you can save today. Better coverage at a better price is just a phone call away. Call 1-800-864-6657. That's 1-800-864-6657. 1-800-864-6657. Attention, this is a special update on Medicare coverage. It's a new year, and you may qualify for new Medicare benefits. You're now entitled to eliminate copays and get additional benefits like dental care, eyeglasses, prescription coverage, gym memberships, in-home aids, transportation to appointments, and home-delivered meals, all for free with your new plan. Call the Medicare Benefits line now for a free Medicare Benefits review. My new plan had no copays. With the virus out there, I stay at home. I call to get everything I'm entitled to. Call the Medicare Benefits line now to learn more about the new 2021 benefits. I called, and I couldn't believe I was missing out on so many benefits. Your new plan may have $0 premiums, $0 deductibles, and no copays for big out-of-pocket savings. But you don't get these benefits automatically. You must call the Medicare Benefits line now. Call 800-776-8110, 800-776-8110. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. I love getting my kids ready and driving them to school. But a careless driver can change your life in an instant. And insurance companies want to settle on the cheap. Auto Accident Help Desk connects victims with powerful lawyers. They fight for you. I called Auto Accident Help Desk and got help for my pain and suffering. Don't let an insurance company take advantage of you. Our attorneys fight and beat big insurance every day. If you've been injured in an automobile accident in the last 6 months, you owe it to yourself to make this free call with no obligation. When I called, they asked me a few questions and matched me with a powerful lawyer who knew how to fight for me. Call now. We're available 24/7 to help you get the money you deserve for your pain and suffering. They got me way more than the insurance company offered. Auto Accident Help Desk helps accident victims like you every day. Call 800-680-1196, 800-680-1196, 800-680-1196. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که بدین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.